ذكرانا وأمدنا بالفضل والإحسان. سبحان من أوحى به لنبيه ليضيء فجر العلم والإيمان. ملكوا بفضل الله ثم تنكروا وتذكروا عند التراب الفاني. كم من رجال صالحين تعهدوا أن يصبروا وقت الصعاب وجهدوا. حكاياتهم تبغى مدى الأزمان. تلك العجائب والخوارق كلها صدق إذا وردت عن الرحمن. سبحان من بالحق هو يروي لنا قصصا عن الإنسان في القرآن. يا رب نور بالكتاب قلوبنا، يا رب عطر بالكتاب لساني. بچه این ماهی ها کجا رفتن؟ صبر کن لولو، واسه صید ماهی باید صبر و مهارت داشته باشی. نگاه کن چطور ماهی صید میکنه. به چی نگاه کنم؟ از وقتی که اینجا نشستی تو هیچی صید نکردی. موفق شدم، یه ماهی بزرگ، اون داره حرکت میکنه. ای بزرگ به نظر نمیرسه. آدم هایی تازه کار عجب شانسی دارم. یادت نره که من ماهیگیری رو یادت دادم. اما از تو که جلو افتادم، اینم نشونش. این پسر بچه تو ماهیگیری از ما بهتر شده. این موضوع کاری به سن و سال نداره، به هنر ماهیگیری ارتباط داره. انتخاب محل و نوع طعمه و تمرکز و هوشیاری. تو به چیزهایی که گفتی ایمان داری؟ معلومه قربان، ذاتن استعداد ماهیگیری دارم. ماهیگیری تو خونمه. عجب تواضعی. اگه اونا مثل من باهوش و ماهر بودن میتونستن مثل من ماهیگیری کنن. اینم دلیل حرفام. بسرم، این ماهی روزی تو بود که خدا اونو به سمتت سوق داد و هیچ ارتباطی به هوش و مهارت نداره. چطور؟ این مهارت تو نبود که تونستی ماهی صید کنی. این ماهی دلیل درستی حرفامه. اگه ماهیگیری به مهارت و تجربه بود، اون دوتا دریا نورد حرفه‌ای قبل از تو اونو میگرفتن. اما این ماهی روزی توه. از روزی که به دنیا اومدی خداوند اونو به اسم تو نوشته. از کنارم رد میشن و با من حرف نمیزنن؟ چون خودتو بالاتر از اونا دیدی. منظور
منظوری نداشتم، فقط داشتم به خاطر ماهی که گرفته بودم خوشحالی میکردم. همین موضوع ناراحتم میکنه. تو از داستانهایی که برات تعریف میکنم پند نمیگیری، انگار دارم بی خودی وقتمو تلف میکنم. آخه چرا؟ مگه من چیکار کردم که اینطوری باید سرزنش بشم؟ پسرم باید بدونی که تکبر یکی از صفات زشته. وقتی قوم قارون ازش خواستن همونطور که خدا به اون نیکی کرده اونم به مردم دیگه زکات بده و نیکی کنه، چی گفت؟ گفت اگر یه لحظه اجازه بدی الان یادم میاد، گفت من با علم خودم این ثروت رو به دست آوردم. این اشتباه خیلی بزرگیه. اون فکر میکرد به خاطر خودش و ذکاوت و مهارتش اون ثروت رو به دست آورد. اون نمیدونست که این خداست به اون روزی بخشیده. به نظر شما من دارم مثل قارون رفتار میکنم؟ من اینو نمیگم، ولی به دشدار میدم که فخر پروشی بچگانت به غرور تبدیل نشه. غرور باعث ظلم و فساد در انسان میشه. چطوری میتونم این کارو بکنم در حالی که هنوز نمیدونم بقیه داستان قارون چی میشه؟ بس تو میخوای مجبورم کنی بقیه داستانو برات بگم، درسته؟ راستشو بخواین آره. به خاطر اینکه راستشو گفتی برات تعریف میکنم. فرعون میخواست مردم رو سرگرم کنه تا به حضرت موسی علیه السلام تمایل پیدا نکنن. اون میخواست مردم رو به دنیا مشغول کنه تا اینکه آخرت رو فراموش کنن. اینجا بود که ثروت و قدرت علیه حضرت موسی علیه السلام دست به دست هم داد. این کاروان چیه؟ فرعون داره از اینجا رد میشه؟ این کاروان قارون بزرگه. کجا داره؟ برید کنار ببینید. میخوام این کاروان با شکوه ببینم. از اینجا برو زن، اومدی جای ما رو گرفتی. تو از اینجا برو آقا. به کاروان قارون نگاه کنید. این وسایل همه از طلای ناب ساخته شدن. سرورم شما جاتون خوبه؟ آره بد نیست. به یاقوت کفشش نگاه کنید. با هر کدوم از این یاقوت ها میشه یه قصر بزرگ خرید. ای کاش ما مثل قارون ثروتمند. اون خیلی شانس داره. چی دارین؟ فراموش کردین اون به خدای موسی کفر کرده؟ ای مرد، ما الان از دین حرف نمیزنیم. درسته، دین چه ارتباطی به ثروت و گنج داره؟ ثروت چشم آدم خیره میکنه. وای بر شما، ثواب خدا برای افراد با ایمان و نیکوکار بهتر از این چیز است. این پیرمرد از چی داره حرف میزنه؟ من که متوجه نمیشم. از آخرت داره حرف میزنه، از نعمتهای جاودانه بهشت. همه این چیزهایی که میبینید بالاخره یه روزی از بین میره. کی میتونه بهشت واسه ما تضمین کنه؟ موسی پیامبر خدا وعده اونو به ما داد. به شرط اینکه در گرفتاری ها صبر داشته باشیم. فقط کسایی وارد بهشت میشن که در دنیا صبر پیشه کرده باشن. نقشمون خیلی خوب گرفت قربان، درست همونطور که میخواستی. درسته، الان مردم فقط از ثروت و طلا و کفش و کلیدهای گنج قارون حرف میزنن که افراد صاحب قدرت اونا رو جا به جا میکنن. همه پیروزی موسی به ما رو فراموش کرده. الان بهترین فرصته تا ارتش رو آماده کنیم و همه پیروان اونو بکشیم. یعنی تو این کار از ثروت قارون استفاده کنیم و ازش کمک بخوایم؟ نه، ما باید بدون کمک گرفتن از کسی بر موسی پیروز بشیم. درسته سرورم، درسته، حق با شماست. قارون همین ثروت و شهرتی که به دست آورده کافیشه. ارتش دستور بده آماده بشن. موسی و قومش باید قبل از اینکه فرار کنن محاصره بشن. با
باورتون نمیشه قربان، دریا به دو نیم شد و موسی و یاراش در کمال امنیت از اون رد شدن. اما همین که ارتش فرعون خواست دنبالشون بره، آب دوباره برگشت و همه شون غرق شدن. اتفاق عجیبی سرورم، این یک معجزه است. من که باورم نمیشه همشون تو دریا مرده باشن. بس کن از مرگ حرف نزن نادون. سخی، مگه نمیبینی من دارم میوه میخورم؟ ببخشید قربان، ولی اتفاقات خطرناکی افتاده. یعنی اینقدر خطرناکه که لذت میوه خوردن رو ازم بگیری؟ سخین گوش کن، به نظر من زندگی مثل دونه های انگوره و انسان باید اونا رو خوب بین دندوناش فشار بدن. عجب جمله گوهرباری فرمودین. تو هم عجب آدم درویی هستی سخین. اون زن خدمتکار که در موردش به هم گفتی کجاست؟ زود میخوام ببینمش، بیارش اینجا. سرورم، چه خدمتی از من برمیاد؟ بهتون قول میدم فوراً انجامش بدم. من همیشه آرزو میکردم که خدمتکار مطیع شما باشم. روسله، به من بگو ببینم چه چیزی در من بیش از همه تو رو جذب میکنه؟ کفشاتون قربان. چی؟ من نمیتونم از اون چشم بردارم و به چهره زیبای شما نگاه کنم سرورم. فقط دوست دارم کفشاتون رو ببینم. چه چهره زیبا؟ خوب بلدی درو. سرورم، به من اعتماد کنی. عشقات مثل عشقای تمساح میریزه وقتی که داره شکارشو میخوره. خواهش میکنم سرورم، این کار به نفع توی رتسل. میخوام یه ماموریت بهت بدم، اگه انجامش بدی هرچی بخوای بهت میدم، هرچی. ما دو روزه داریم تو صحرای سینا راه میریم، میترسم راه ها گم کرده باشیم. ساکت باش، مگه قرار نبود که طبق نقشه تو کر و لال باشی؟ پس کارتو درست انجام بده. وقتی موسا و قومش رو پیدا کردی من دهنم رو میبندم. از همین الان باید به ساکت بودن عادت کنی. ایناهاش، اینا قوم موسا هستن. ای قوم موسا، قوم موسا. چی شده؟ ما از اهالی سینا هستیم، تو صحرای دوری زندگی میکنیم و آوازه مردی رو شنیدیم که میگن پیامبر خداست. موسا پیامبر خداست و ما هم از پیروان اون هستیم. وای عجب شانسی آوردیم. شما میتونید ما رو پیش اون ببرید؟ برای چی؟ تا از اون بخوایم که دعا کنه و از خدای خودش بخواد دختر بیچاره منو شفا بده. امیدوارم خدا خودش به این دختر رحم کنه. با ما بیاین. تو انجام مأموریتش موفق عمل کرده. مردم باورشون شده که اون بیمار و بیچار است. مرد، چرا غمگین راه میری؟ دخترت که شفا پیدا کرد. همه اینا دروغه، دروغای مردیه که ادعا میکنه پیامبر خداست. ساکت باش، چطور جرات میکنی پیامبر بزرگ خدا رو به دروغگویی متهم کنی؟ از خودش بپرسی. درسته، وقتی رفتم تو چادر که منو شفا بده اون... تو دروغ میگی. واسه چی باید دروغ بگم و خودم رو پیش مردم رسوا کنم و به خاطر سرزنش بشم؟ حاضری با پیامبر رو در رو بشی؟ باشه، رو در رو میشم. اون زن وارد چادر حضرت موسی علیه السلام شد.
در حالی که در میان قوم خودش مشغول تلاوت کتاب خدا بود. اون زن به موسی علیه السلام گفت: موسی، تو باید از کرده ای خودت شرم بکنی. حضرت بسیار ناراحت شد و دو رکعت نماز به جا. سکوت اون نشانه گناهکار بودن اونه. اون چیزی نداره که بگه. اون داره با خدای خودش راز و نیاز میکنه. شاید از خدا بخواد از ما انتقام بگیره. ساکت باش زن گناهکار. علارغم کاری که انجام داده هنوز داری ازش دفاع میکنی؟ تو ساکت باش. من دیگه نمیتونم بیشتر از این تحمل کنم. حضرت موسی علیه السلام بعد از پایان نیایش خودش با خدا به اون زن فرمود: تو رو به خدایی که دریا رو به روی قوم بنی اسرائیل گشود و تورات رو بر شما فرود آورد و منو پیامبر شما قرار داد، قسم میدم که راست بگو. حالا که قسمم دادی، من به خدا قسم میخورم که تو بی گناهی و تو پیامبر خدا هستی. قارون به من پول داد و ازم خواست همچین دروغ بگم. زمین زیر پاتو میبوسم، پیامبر خدا تا منو ببخشی. حضرت موسی علیه السلام به سجده افتاد و گریه کرد و از غم و اندوه خودش به خدا شکوه کرد، همونطور که خاتم الانبیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند. خداوند به حضرت موسی علیه السلام وحی فرمود که ای موسی، چرا گریه میکنی؟ ما زمین را در اختیار تو قرار دادیم، پس هر طور که میخواهی به آن فرمان بده. حضرت موسی علیه السلام به زمین عمل کرد که اونا رو در خودش فرو ببره و خداوند به زمین دستور داد تا قارون در خودش فرو ببره. زمین با خضوع و خشوع به دستور خدا گردن نهاد. قارون به روی زمین افتاد و فریاد زد: محافظم، نگهبانا، من نصف ثروتمو به شما میدم و اصلا همه ثروتمو به شما میدم، فقط نجاتم بدید، نجاتم بدید، چرا کسی جواب منو نمیده؟ نجاتم بده. همه گرفتار بلایی بودن که بهش دچار شده بودن و همه اونا در زمین فرو رفتن. کمک، کمک، کمکم کنید، نجاتم بدید. چه اتفاقی افتاده؟ پس قصد قارون و اون همه گنج کجاست؟ به همین سادگی همه چیز ناپدید شد. دیروز آرزو میکردیم که مثل قارون باشیم. اگه خدا دعای ما رو اجابت میکرد الان ته این دریاچه غرق شده بودیم. حالا فهمیدیم که خدا به هر کس که بخواد روزی میده. اگه خدا به ما منت نمیذاشت الان زمین زیر پای ما فرو میره. درسته، انسان‌های کافر هیچ وقت رستگار نمیشن. به نام خداوند بخشاینده مهربان. پس ما او و خانه‌اش را به زمین فرو بردیم و هیچ گروهی نبود که او را در برابر قهر خداوند یاری کند و خودش هم نمیتوانست از خویش دفاع نماید. و همون کسانی که موقعیت دیروز قارون را آرزو میکردند با دیدن صحنه هلاکت او میگفتند: وای بر ما، گویا خداوند رزق و روزی را بر هر کس از بندگانش که بخواهد گشاده و یا تنگ میگرداند، و اگر خداوند بر ما منت ننهاده بود هر آین ما را هم با او به قعر زمین برده بود. گویی کافران رستگار نمیشوند. صدق الله العلی العظیم. هر بلایی سر شما حقش بود، چطور جرأت کرد به پیامبر خدا تهمت بزنه؟ تنها گناه اون همین نبود، بزرگترین گناه اون طغیانگری و سرکشی اون. یعنی چی؟ قارون تا حدی به خودش و ثروتش مغرور شده بود که میگو من این ثروت رو با دانش خودم به دست آوردم. اون میگفت این انسانی که به خودش روزی میده، نه خداوند. با شماست دریابان. باید بگم حرفای قارون روی زمین تکبر و فساد ایجاد میکرد. حرفای اون دل و جان مردم رو تباه میکرد و به همین دلیل خداوند قارون رو
با فرو بلعیده شدن در زمین مجازات کرد تا عبرتی باشه برای آیندگان. و فکر میکنم در آخرت هم مجازات میشه. این علم غیبیه که فقط خداوند ازش آگاهه. چیزی که ما میدونیم و یاد گرفتیم اینه که قارون در تاریخ درس عبرتی برای همه کسانی شد که فکر میکنن این علمشونه که باعث ثروتمند شدنشونه. نگاه کنین، رسیدیم به بندر اسکندریه. لولو چرا اینجوری داد میزنه؟ چون که اون اهل اسکندریه است، حتما دلش برای زادگاه خودش تنگ شده. اسکندریه قشنگترین شهر دنیا است. همه ی آدم ها شهر خودشون رو قشنگترین شهر دنیا میدونن، اما اسکندریه واقعا عروس بندر هاست. خودتون نگاه کنید تا حرف ما باور کنید. آره واقعا قشنگه. اینجا یه تاریخ طولانی داره. این بندری که الان میخواییم واردش بشیم تاریخش به 4000 سال پیش برمیگرده. 4000 سال؟ بله، مصریای باستان اونجا رو در غرب جزیره فرعون ساختن. اسم این بندر در گذشته راکودا بود. این شهر از آثار فرعون هاست؟ نه، فقط بندر نه، خود شهر یه روستای معمولی برای صید ماهی بوده. ولی خب باید بگم که خیلی خیلی زیبا بوده. اسکندر مقدونی اونو تو سفرهاش دید و تصمیم گرفت شهری به نام خودش روی اون بسازه. به خاطر همین اسمش شد اسکندریه. تازه قرآن کریم هم از اسکندر بزرگ یاد کرده. جدی میگی؟ اون ابو ذوالقرنینه. ولی این هنوز ثابت نشده. درسته، من فکر میکنم ذوالقرنین کوروش پادشاه ایرانی باشه. نه خیرم، اون اسکندر مقدونیه. من میگم که اون همون کوروشه. نه خیر، اسکندره. نه کوروشه. اینقدر جر و بحث نکنین. قرآن از شخصیت ذوالقرنین و دورانی که در اون زندگی میکرده یاد کرده، چون در تاریخ زندگی اون درس و عبرت‌های زیادی نهفته است. من نمیدونم شما دارید از چی حرف میزنید. ذوالقرنین اصلا کیه؟ داستانش چیه؟ هر وقت تو بندر محلو گرفتیم داستانشو برات تعریف میکنم. اینم چایی بفرمایی. بعدش واسه نهار خوشمزه ترین ماهی دنیا رو براتون میپزم. ماهی؟ ما دیگه از خوردن ماهی خسته شدیم. ماهیای اینجا مزهش فرق میکنه. مگه از همین دریا اونا رو نگرفتیم؟ به هنر آشپزی بستگی داره. آخه تو از آشپزی چی میدونی؟ تو خودت هیچی نمیدونی. بس کنی دیگه. دریابان از ذوالقرنین چیزی برامون نگفتینا. ذوالقرنین مرد نیکوکاری بود و از بزرگترین فرماندهان نظامی در تاریخ باستان به شمار میره. شما میدونید چرا به اون ذوالقرنین میگفتن؟ چون اون دو شاخ زمین رو در اختیار داشت و هر جایی که میخواست میبرد. همونطوری که چوپان دو شاخ گاو خودش رو میگیره و اون هر جا میخواد میبره. مرجان تو چی میگی؟ من به نظرم به خاطر این که اون به دو شاخ خورشید در مشرق زمین و مغرب زمین دست پیدا کرده. بله بله، هر دوتون درست میگید. ذوالقرنین دور زمین سفر میکرد تا مردم را به پرستش خدای یگانه دعوت کنه و اونا را اصلاح کنه. خدامونو به زمین مسلط کرد و اونو از اسرار علوم انسانی و هنرهای رزمی آگاه کرد. وقتی داری ضربه میزنی باید زانوتو خم کنی. چشم فرمانده. بزن. همینطوری جلو نیا، باید تعادل خودتو حفظ کنی. ببخشید ذوالقرنین. بطار آقا، امر بفرمایید سربرم. در خدمت گذاری حاضری. از شما میخوام در زمینه حفظ تعادل و تحمل سختی ها با نیروها خیلی تمرین کنید. نیروها باید بتونن روی تنه درخت خرما بیسن و از دریاچه عبور کنن. به نظرتون این تمرین سختی نیست؟ هر کی در این کار شکست بخوره دیگه نمیخوام تو ارتشم بمونه. در ضمن بگو نیروها بین شعله های آتش سینه خیز برن. چشم قربان. تا قبل از تمام شدن تمرین به نفسان حق ندارید استراحت کنید. هر کی طاقت نیاورد فوراً ارتشو ترک کنه. آقا دنبالم بیا. راحت باش.
خوش آمدین جناب فرمان. حال زخمیان چطوره طبیب؟ بیشتر اونها در حال خوب شدن هستن. دو مورد هست که میخواستم تا با شما راجع به اونا مشورت کنم. فرمانده از صبح تا الان چیزی نخورده. بیمارا نمیتونن منتظر بمونن. به درمان اونا بس. این مرد تب داره. به هر وسیله ممکن سعی کردیم تبشو پایین بیاریم. من الان مجون گیاهان دارویی روش امتحان میکنم. دهنتو باز کن برادر. قربان اجازه بدید من بشم. میخوای من از ثواب این کار محروم کنی؟ انشالله شفا پیدا میکنه. داره عرق میریزه. این علامت خوبیه. یه بیمار دیگه داریم با نیزه سمی زخمی شده. باید سم از بدنش بیرون بکشیم. سرورم این کار واسه شما خطرناکه. ولی این تنها راه معالجشه. قصاب، من گوشت میخوام ولی فقط یه نقره بیشتر ندارم. اصلا شما میتونی گوشتو مجانی ببری. مجانی ببرم؟ خدا خیرت بده. فقط واسه ذوالقرنین دعا کن که خوبی رو همه جا گسترش داده. خدایا اگر در کار خدمت رسانی به مردم کوتاهی کردم منو ببخش. آقا تو کجایی؟ اینجام. از صبح تا حالا چیزی نخوردم. حالا وقت غذا خوردن نیست. ما این نشست فوری با فرمانده ذوالقرنین داریم. نشست فوری؟ حتما از خودتون میپرسین چرا نصف شبی میخواییم نشست تشکیل بدیم، درسته؟ حتما فرمانده با تدبیر ما دلیل محکمی داره. باید خودتون رو واسه سفر آماده کنیم. بازم سفر؟ شما به بیشتر کشورهای دنیا سفر کردین قربان. خودت اعتراف کردی، گفتی بیشتر نه همشون. من باید به همه نقاط زمین سفر کنم تا مطمئن بشم که در حق مردم هیچ کوتاهی نکردم. سرورم چرا همیشه احساس میکنید کوتاهی کردید؟ دانش و تسلط بر زمین همیشه مایه آزمایش انسانه. خدا به من قدرت و دانش داده تا ببینه که آیا من شکرگزار نعمتش هستم یا نه. به نظر شما علامت شکرگزاری چیه سرورم؟ حداقلش اینه که وقتمو صرف خدمتگزاری به مردم کنم و در سرتاسر زمین پیش اونا برم و اونا رو به پرستش خداوند متعال دعوت کنم و در کارهای دنیا بهشون کمک کنم. اگه مایلید فردا به سفر میریم. ما همین امشب به سفر میریم. من بطار و آقاب و سربازاشون رو با خودم میبرم و بقیه ارتشو جهت حمایت از مردم همینجا میذارم. ساکت! ساکت اعضای محترم شورای غروبستان، خواهش میکنم سکوت رو رعایت فرمایید. آقا گهابس، زمین های غروبستان دارن غارت میشن و تنها تعداد کمی از مردم از اونا استفاده میکنن. دلیل بیار. از گرسنه ها و برهنه ها و مظلومایی که زمین هاشون و خونه هاشون به غارت رفته بپرسید. اونا مشکل دارن. من اعتراض دارم. حرفای بترو کنایه‌آمیزه. من به عنوان مسئول حفظ امنیت مردم تاکید میکنم که حتی یک جرمم اتفاق نیفتاده. تو به آقای مارکو حسودیت میشه چون از تو ثروتمندتره. این حرف درست نیست. من فقط دارم واقعیتو میگم. بترو از ایجاد اختلاف و تفرقه در بین مردم غروبستان دست بردار. سرورمون باید مجازات بشه. بهتر اونو از کار برکنار کنیم تا از شرش راحت بشیم. مردم این قوم چرا مثل افراد بیمار نشستن؟ شما کمی آب دارین به ما و اسبامون بدین؟ نه ما از تشنگی داریم میمیریم. ما کشاورزی نداریم. پس شما چطوری زندگی میکنیم؟ منتظر باریدن بارون هستیم تا آبو تو ظرفای بزرگ ذخیره کنیم. چرا زمینو نمیکنین تا ازش آب بیرون بیاریم؟ آب؟ تو این بیابون خشک؟ آخه چطوری؟ به زودی من برای شما آب پیدا میکنم. اون
چی کار داری میکنه؟ اون دیوونه است؟ چطور جرات میکنه این حرفا بزنی؟ بطار آروم باش، ما نیومدیم مردم آزار بدیم، ما برای کمک به اون آمدیم. شما میتونین اینجا رو بکنین. باورم نمیشه، ما روی آب زندگی میکردیم و خبر نداشتیم. خیلی از شما متشکرم. چطوری شد گزارش ما باشه؟ نباید از من تشکر کنی، باید از کسی که به تو خیر رسونده تشکر کنی. از کی داری حرف میزنی؟ سپاسگزاریم از خداوند یکتا که ما را آفریده و نعمتهای فراوانی به ما داده، تا او را بپرستیم و شکرگزار فضل و احسان او باشیم. پیترو، ترسیدم تو رو بکشم. نه ترس جانم، هرچی که خدا بخواد همون میشه. ایمان تو به خدا و ترک بت پرستی باعث شده بیشتر مردم غروبستان از دست عصبانی باشن. من به اونا اهمیت نمیدم. اما اونا ثروت و قدرت دارن و به راحتی میتونن کسی که هم عقیدهشو نیست و آزار بدن. ظلم و ستم زیادی داره اتفاق میفته، ما باید اونو از بین ببریم. چطوری؟ ما که از لحو پول نداریم. بیشتر مردم عادت دارن پیش حکمرانا چاپلوسی کنن. حق با توه، ولی دوست دارم که عدالت روی زمین حکم فرما بشه و یه مرد قدرتمند و خیر و نیکوکار به ما حکومت کنه، مثل ذوالقرنین که همه جا مشهور شده. ما کجا و اون کجا؟ ما در دورترین نقطه غرب زندگی میکنیم. برای رسیدن به اون باید چند ماه سفر کرد. بهترین کار اینه که ما به سمت سرزمین اون فرار کنیم. خداوندا، تو را به خاطر نعمتهای بیکرانت حمد و ستایش و سپاس میگوییم. آقایان، خواهش میکنم پیش ما بمونید. مأموریت ما دیگه به پایان رسید. نمیشه یه چند روز دیگه پیش ما بمونید؟ فرمانده ذوالقرنین این تصمیمو گرفته. ای فرمانده بزرگوار، از تو میخواهیم چند روز دیگه پیش ما بمونید. سرتو بالا بگیر مرد و فقط در برابر خداوند سرخم کن. حالا دیگه هفت‌چاه و کشت گیاهان صحرایی رو خوب یاد گرفتین. تا چند سال دیگه از درختان نخلی که کاشتین میتونین برداشت کنین و با اون فرزندان خودتون رو سیر کنین. خداوندو شکر کن. سرورم، آرام به کدوم سمت میریم؟ به سمت غرب. ارتش ذوالقرنین به دروازه شهر رسیده. تصمیم خودتون رو بگیرید. جنگ! 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 آهای مردم، صبر کنیم. برای چی باید با ذوالقرنین بجنگیم؟ اون مرد نیکوکاریه و سرزمین‌هایی که فتح کرده غارت نکرده. بچه‌های ما توی این جنگ چه گناهی کردن؟ شما خائنین! شما از پیروان ارتش دشمنین! سرورم، اونا رو بکشیم؟ الان نه! بعد از رویارویی با ذوالقرنین و ارتشش و شکست اونا، نوبت به افراد خائن میرسه. شما مطمئنین ما میتونیم با ارتش ذوالقرنین مقابله کنیم؟ اکنام، این دیگه چیه؟ زلزله، زلزله. نه قربان، مصیبت بزرگتر، اون ارتش دشمنه. ای مردم، من به قصد تجاوز به سرزمین شما به اینجا نیومدم، بلکه برای گسترش خیر و عدالت به اینجا اومدم. نظر شما چیه؟ این کار نیاز به تصمیم گیری نداره، ما تسلیم میشیم. فرمانده بزرگ، هر چی دلت میخواد از طلاها و زمینامون بردار و برو، فقط اجازه بده زندگی کنیم. منتظر دستور فرمانده میمونیم. اونا رو به اسارت میگیریم، بعدا در موردشون تصمیم میگیریم. یعنی به نظرت ما رو میکشه؟ حتما ما رو میکشه. درست همون کاری که ما با دشمنانمون میکردیم. ما به پایان رسیدیم. ما به خاطر گناهان شما باید مجازات بشیم و آزار ببینیم. با اسرا چیکار کنیم؟ باید منتظر دستور فرمانده باشیم. اما فرمانده مشغول خودشه. ولش کن، اون مشغول راز و نیاز با خدای خودشه، در حالی که آفتاب داره غروب میکنه. نگاه کنیم، خورشید مثل یک گوی طلایی روشنه و داره تو اقیانوس خاموش میشه. نمیدونستم فرماندمون شاعرم هست. اون الان یه فرمانده نظامی نیست، اون مرد پاکیه که به زیبایی غروب آفتاب میاندیشه. منزه هست خدایی که این آفریدشه. خورشید هر روز غروب میکنه و هر روز هم تا
تصویر اون تغییر میکنه. آه خداوند عجب معجزاتی داره. سرورم با اسیرامون چی کار کنیم؟ ستمکارانو به مجازات کارهای زشتشون میرسونیم تا مایه عبرت دیگران بشن و بعد عذاب سنگینتر خداوند در روز قیامت منتظر اونهاست. اگه همه قوم فاسد باشن باید همشونو مجازات کنیم؟ نه، افراد بیگناه و عادی بی تقصیرن. اما اونا در برابر ظلم ساکت موندن. اونا چاره‌ای جز سکوت نداشتن. اونا نمیتونستند مقاومت کنن. یعنی اونا رو خواهیم بخشید؟ علاوه بر بخشش، باید ظلم و ستمی که به اونا شده رو جبران کنیم و با مهربانی با اونا رفتار کنیم. خداوند رو شکر میکنم که منو به زمین مسلط کرد و اسباب پیروزیمو در اختیارم قرار داد و به من الهام کرد که با عدالت حکومت کنم. به نام خداوند بخشاینده مهربان، و از تو درباره ذوالقرنین میپرسند. بگو به زودی برای شما از وی آیاتی از قرآن باز خواهم خواند. ما در زمین به او توانایی و امکانات ارزانی داشتیم و از همه چیز وسیله‌ای به او بخشیدیم. او در پرتو قدرت و امکانات وسیله‌ای را پی گرفت و راهی را دنبال کرد تا آنگاه که به جایگاه فرو شدن خورشید رسید. آن را به گونه یافت که گویی در چشمه‌ای گلالود و تیره غروب می‌کند و گروهی را نزدیک آن یافت که کفر گرایی پیش ساختند. به او گفتیم ای ذوالقرنین، تو آزاد هستی، از این روی آنان را کیفر خواهی کرد و یا در میانشان شیوه شایسته و نیکویی در پیش خواهی گرفت. ذوالقرنین گفت اما هر کس ستم کند او را عذاب خواهم کرد، آنگاه به سوی پروردگارش باز گردانیده می شود و خدا او را به عذابی ناشناخته عذاب خواهد نمود. اما هر کس ایمان بیاورد و کاری شایسته انجام دهد، پرشکوه ترین پاداش را به عنوان سزا خواهد داد و ما در فرمان خود بر او سخت نمی گیریم. صدق الله العلی العظیم. نگفتین چه کسی ذوالقرنین رو به عنوان قاضی این قوم انتخاب کرد؟ سربزرگش یا خود مردم قومش اونو انتخاب کردن؟ هیچ کدوم بذارم، فقط خداوند تبارک و تعالی اونو به عنوان قاضی و حاکم برای قومش انتخاب کرد و دست اونو برای عذاب و یا احسان کردن باز گذاشت. اون برای ستمکارا عذاب و انتخاب کرد و احسانو برای مؤمنین انتخاب کرد. به خاطر این بود که همیشه عادلانه رفتار کرد. امور کشورها با عدالت ذوالقرنین نزد پیدا کرده بود. بعد از اون واسه چه اتفاقی افتاد؟ ذوالقرنین احساس کرد که مأموریتش رو اونجا به طور کامل انجام داده و قصد سفر جدیدی رو در راه خدا کرد. اون به کجا سفر کرد؟ بعدش چی کار کرد؟ مگه به ما قول ماهی خوشمزه نداده بودی؟ اول نهار میخوریم، بعدش ادامه داستان ذوالقرنین رو براتون تعریف میکنم.